سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز پنجشنبه است و یادی کنیم از اسیران خاک و کسایی که دیگه بین ما نیستن. بریم با هم دیگه یه حلوا درست کنیم واسه خیرات روز پنجشنبه. خب میخوام حلوای زعفرونی درست کنم. نیاز داریم به 750 گرم آرد، گلاب، دارچین، البته چوب دارچین، زعفرون دم کرده، شکر، روغن، پودر نارگیل، کنجد و پودر هل. اول از همه شربتش رو آماده میکنیم و میذاریم تا بجوشه. خب 2 لیوان شکر داشتم، 2 لیوان آب بهش اضافه میکنم، چوب دارچین و پودر هلم میریزم، گلابم میریزم و زعفرون دم کردم 3 قاشق میریزم و میذارم تا کاملا با هم دیگه بجوشن. تا گلابمون آماده میشه من آرد رو تفتش میدم. حدوداً تفت دادن آرد 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان میبره و باید همزمانی که این آرد داره تفت میبینه شما باید هم بزنید که آردتون نسوزه. با حوصله این کار انجام بدید. زمانی که آرد شروع کرد به بخار کردن و بخارش رو مشاهده کردین، اون موقع زمانیه که دیگه آردتون کاملاً تفت دیده و باید الکش کنی. خب من آردم الک کردم. بعد از اینکه آرد رو الک کردین، تابه رو روی اجاق بذارید. حدوداً نیم کیلو روغن جامد نیاز داریم. خب من روغن رو یه مقدارش رو داغ کردم، آرد رو میریزم داخل روغن. ببینید حلوا زمانی که درست میکنین، اگر دیدین روغنش کمه دوباره بهش روغن اضافه کنین، همونجوری حلوا رو نذارین که خشک بشه، چون تیکه تیکه میشه و دیگه اون مرغوبیت حلوا از بین میره. خب من الان آردم رو با روغن دارم دوباره تفت میدم. خب آرد کاملا هم بزنین تا گوله گوله نشه. اینقدر هم بزنین تا یه مخلوط یه دست بهتون بده. ببینین چقدر عالی شد. دوباره نیاز به روغن داره، من بهش روغن اضافه میکنم. روغن رو حتما کم کم اضافه کنید. کاملا دوباره هم میزنم تا آردم گوله گوله نشه. حلوا با اینکه یه رسیپی خیلی آسون داره، ولی دقت خیلی زیادی میخواد تا یک حلوای بسیار عالی به دست بریم. خب دوباره به روغن نیاز داره، من روغن بهش اضافه میکنم و الان اون مرحله‌ایه که بله ببینید به شکل ارده در اومده. حلوا حتما این مرحله رو باید بگذرونه. به شکل ارده که در اومد دیگه مرحله‌ایه که شما میتونین بقیه کارشو انجام بدین و شربتشو بهش اضافه کنید. اگر به این مرحله نرسیدین حتما بهش روغن اضافه کنین، چون احتمالاً روغنش کمه که این شکلی در نیومده. خب من شربتم تو 3 مرحله به حلوا اضافه میکنم. این مرحله یه خورده سخت میشه چون که هم زدن سخت میشه، پس با دقت این کار رو انجام بدید، با حوصله انجام بدید تا حلوای بسیار خوشمزه به دست بیارید. اگر شربت هم کم آوردید دوباره شربت درست کنید و به حلواتون اضافه کنید. خب اینقدر این حلوا رو هم بزنید تا به این مرحله برسه. الان مرحله گهواره زدن حلوا میشه که شما باید این به این مرحله برسید و امضای کارتون همین گهواره زدنه. این حلوای من اصلا دور ظرفم نچسبیده، عالی در اومده. الان میریم واسه گهواره زدن حلوا. این هم میشه گهواره زدن. حتما این مرحله رو هم انجام بدید تا خیالتون راحت بشه. ببینید حلوا چقدر عالی و زیبا شد. خب من از کاپای حلوا استفاده میکنم، چون که این حلوا رو واسه خیرات دارم درست میکنم، واسه همین داخل کاپا میریزم و با
پودر نارگیل و کنجد تزیینش میکنم. همه اینا رو من آماده میکنم و آماده این کار رو خدمتتون نشون میدم. امیدوارم که روح همه امواتمون شاد باشه و یه فاتحه نصیب امواتمون بشه الهی. امیدوارم که این حلوای خوشمزه‌رم درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. نوش جونتون.